با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشی، ممنونم ازتون پیش آفش. خواهیش کنم بفرمایید. آقای دکتر، من 47 سالمه، شوهرم 60 سالشه، یه دختر 16 ساله دارم، 20 ساله که ازدواج کردم. بعد سوالم در رابطه با دخترم هستش که 16 سالشه. ما یه مهاجرت اشتباه داشتیم یه سال نیمه پیش به اروپا، قرار بود که من و دخترم بریم لندن، سال بعدش همسرم به ما بپیوند، منتها ما یک ما در اروپا موندیم، نتونستیم مهاجرت کنیم به لندن، نشد، نتونستن ما رو ببرم. به اصرار شوهرم ما پناهنده کشور سوئیس شدیم. در کشور سوئیس 6 ماه توی کمپ بودیم. بعد از 6 ماه وکیل به ما گفت شما اینجا نمیتونیم بمونیم چون ویزاتون مال یک کشور دیگه. بعد از 6 ماه سختی و کمپ و مهاجرت و تأخیر شدن، ما رو فرستادن کشور اولیه که ویزا گرفته بودیم. ما ژانویه پارسال اومدیم به اسپانیا. ما ژانویه پارسال ما رو فرستادن پلیس مادرید اسپانیا. بعد به ما گفتن که 5-6 ماه شما اینجا جواب میدین میمونید، 5-6 ماه طول میکشه همسرت بیاری. الان 1 سال من اینجا جواب ندارم، وکیلم به من گفته 1.5 سال دیگه طول میکشه، دخترم اینجا مدرسه میره. حالا ما از لحاظ مالی کم آوردیم، چند ماه، یعنی 4-5 ماه که با همسرم به این نتیجه رسیدیم که برگردیم، چون از لحاظ واقعیت اجتماعی و وضع مالی ایران وضعمون خوبه، پولدار نیستیم، وضعمون خوبه، معمولی هستیم. دخترم با من همراهی نمیکنه، با من و پدرش میگه شما به زور من آوردین برای مهاجرت، من نمیخواستم بیام، حالا من برنامه کردم. حالا ممکنه من بگه شما چرا میخواستید مهاجرت کنین، شما که زندگی خوبی داشتید. بله. به خاطر آزادی و امنیت دخترم، به خاطر اینکه خیلی سختگیری میشد اونجا رابطه راجع به خانوما، گفتن دخترم آینده بهتری داشته باشه. آخه کشور غریب اشتباه کردم. خب از نظر مالی همسرتون شغل و کارشون چیه؟ همسرم با یه شرکت خارجی کار میکنه، امسال بازنشسته میشه 1 ماه دیگه. حالا دخترم همکاری نمیکنه برگرده، میگه من اینجا امنیت و آزادی دارم، میخوام اینجا بمونم، درس بخونم، به یه جایی برسم، تو اون کشوری که نه امنیت هست نه آزادی، نه به من برخوندیدن، من بر نمیگردم، میخوای بری خودت برو پیش شاهد. حالا من موندم، دخترم با من بر نمیگرده، میگه یا فرار میکنم یا خودکشی میکنم. من هم خب همسرتون میگن چی؟ همسرم میگه برگردید، من نمیتونم دیگه شما رو ساپورت مالی کنم، من اشتباه کردم به شما گفتم اونجا بمونید، چون با اصرار ایشون ما اروپا موندیم و هر چی فکر میکنم نمیتونم از پس خرج و مخارج شما بر بیام، هم ایشون افسردگی گرفته هم من الان. خب اگر به دخترتون بگید ما از نظر مالی مشکل داریم، به موضوع چوری نگاه میکنم. بله، ما یه شور ستایی داشتیم تو واتساپ، میگه که دیگه مشکل خودتونه، روز اول میخواستین شما احمقا فکرشو بکنید، منو بردین اینجا، منو درگیر کردین، حالا من برنامه گردم. بعد میگه من اینجا راحتم، تو میخوای بری خودت برو پیش شوهره. منم در طول داروهای احساب میخورم. نه شما بگید برو پر شوهره، دختر 16 ساله شما میخواد کجا زندگی کنه؟ میگه من اینجا میمونم، منو ساپورت کنی. خب این زورگویی این خود شما که بله. غیر واقع بینانه و عاقلانه عمل کردی، دخترتون همینه میگه. خب اصلا کار درستیه اینجا بمونه آقای دکتر؟ تنها حتما اشتباهی بزرگیست، یعنی اصلا فقط نابود کردنشه. یعنی چی؟ اونم یه دختر لجبازی که اصلا با واقعیت ها کاری نداره. بعدم یه کسی اشتباه کرده، حالا به اشتباهی اون باید اشتباهی بعدی رو کرد. ما از خیلی معذرت خواهی میکنیم، مثلا معذرت خواهی میکنیم. خب یه دفعه آدم میگه، اون که دیگه دکونی که نمیشه که بره. شما یه دفعه میتونیم بگید متاسفم اشتباه کردیم، معذرت رو کرد و تموم شد. برای بار دوم سوم که تکرار نمیشه، اون که دادگاه رو همیشه میتونی تشکیل بده. حالا به من بگید اصلا دخترتون چقدر درس خونه؟ تو ایران خیلی درس خون بود، اینجا هم درس خون هست، منتها از مدرسهش راضی نیست. اومدن مهاجرها رو از اسپانیایا جدا کردن، بعد این با مهاجرها دوست نداره دوست بشه، مدرسهش رو دوست نداره، ولی این کشور و زبونشون رو خیلی دوست داره.
زبونشون از پول یاد گرفته. حالا زبان اسپانیولی که یکی از ساده ترین زبان هاست، زبان دیگری که به دخترتون میدونه چیه؟ انگلیسیه. انگلیسیش هم خوبه؟ بله بله کاملا. خیلی خوب، بنابراین شما از 5 سالگی چی؟ از 5 سالگی کلاس میرفت، کلاس های زبان تو ایران. بنابراین شما تنها قولی که بهش میتونید بدین این است که ما میریم تو دیپلم تو بگیر، بعدم میتونی برگرد. من هم همین رو بهش میگم، میگه من حاضر نیستم به 4 سال تو اون کشور خراب شده بمونم. میگم مامان چه حرفی، این همه انسان دارن زندگی میکنن. حالا به بحث که به جایی نمیرسید. ولی او که نمیتونه برای خودش چی کار کنم آقای دکتر؟ من نمیدونم رابطتون با هم چگونه است، من نمیدونم گفتگویش با هم خیلی دوستانه و خوبیم، ولی افتاده رو دنده لج. آیا من حرفشو باور کنم برای خودکشی و فرار؟ خب شمایی که میشناستش، من که نمیشناستم. بله اینجا تو من قمدینه. خب آخه ببینید الان اینجا نه، ببینید شما اولا خب معلومه دست گلار آب دادید دیگه، یه دونه بچه آوردید، بعدم یه دفعه حوس مهاجرت کردن با فاصله رو اون به کنار. به من بفرمایید که در ایران که بود شبکه دوستان و فامیل و اینهاش چگونه بودند؟ شبکه دوستای خیلی خوبی داشت، بعد ورزش میرفت، هر روز پیانو میزد، رابطه همون با همه خوب بود، زندگی من هم خوب بود. خب شما اون که بعدم تازه میگه من که نمیخواستم بیام، شما به من گفتید برین، درسته؟ بله. یعنی اون زمان اون نمیخواست از ایران خارج بشه؟ نه، به منم یکی دو بار گفت، گفتم خب شاید این بچت نمیفهمه، ولی الان ازش معذرت خواهی میکنم. نه کاری ندارم به معذرت خواهی. آخه شما آخه در ایران یه بحثی راجع به مهاجرته، مثل یه اعتقاد آمده تو هوا که مبنایی نداره، یه باوری است که آدم ها برای خودشون ساختند و درست کردند. خب شما نمیتونید عزیز، حالا ای به همسرتون بگید من یه مدتی اینجا بمونم، همسرتون چی میگن؟ میگن امکان پرداخت مخارج رو ندارن؟ بله بله، چون این ماه هم بازنشست میشن، یه حقوق خیلی ناچیزی بهشون میدن. بعد من هم اینجا خیلی دیگه بله. منم اینجا خیلی از لحاظ روحی داغونم. حالا همسرتون اگر شما واقعا می‌خواستید خیلی سخته. نه بله. شما اگر از نظر روان همسرتون می‌خواستن بیان و به شما ملحق می‌شدن، ایشون امکان چه کاری رو داشتن که بتونن باش زندگی رو بگذرونن؟ امکان هیچ کاری، چون هم سنشون بالاست هم فناشه. بس بس شما برای چی اومدید بریم بریم اروپا در حالی که کارم نداریم، درآمدم نداریم؟ میخواستیم از درآمدی که تو ایران داریم سرمایه گذاری کنیم، بعد دیدیم که نه، اصلا این کشور نمیشه این کارو کرد، چون اصلا اینجا پناهندرم حمایت مالی نمی کنم. ما الان تو شرایط بسیار سختی هستیم، ولی لندن که میخواستیم بریم، ایشون خب زبان انگلیسی بلد بود، میرفت کار میکرد اینجا، بهشون کار نمیدن چون زبان بلد نیست، کاری بلد نیست، ولی توی لندن شرایط کاری با اسپانیا خیلی فرق میکنه. اونجا به همون خونه هم میدادن تا آخر اون، ولی اینجا نه، ما رو هیچ گونه حمایتی نمی کنن. ما الان تو شرایط بسیار سختی هستیم. حالا دخترتون که از مدرسهش هم راضی نیست، دوستان نزدیک و خوبی هم که نداره، داره؟ چرا، دوست پسر داره، از طریق دوست پسرش یه 3-4 نفر با هم اکیپ شدن، هر روز بیرون هست. دوست پسرش چند ساله هست؟ 27 سال. خب پس شما که دست گلا رو یکی بعد از دیگری آب دادید. دختر 16 ساله با پسر 27 ساله تو امریکای بود به عنوان جرم شناخته میشه. بله اینجا شما هم هم خب هنوز کودکه. بعد شما مثلا باورم نمیشه. خب حالا مشکل شما بیشتر اون پسره. بله خودش میگه من وابسته به این پسره نیستم، من اصلا این نه یکی دیگه مادر من نمیام ایران. خیلی خوب، شما چاره‌ای نداری جز این که ببریدش. بپذیری؟ من چاره‌ای نمیبینی جز این که ببریدش ایران عزیز، شما که نمیتونی اونو اونجا بذاری. شما امکان زندگی ندارید عزیز. ببینید شما شرط مهاجرت دو چیزه، شرط اول اجازه اقامت قانونی، شرط دوم داشتن درآمد برای زندگی.
خب شما هر دوتا رو مسئله دارید، سه نفریتون، دختر شما چون میتونه زور بگه؟ خب بنابراین ما نه مسئله قانونی مون از نظر مهاجرت حل شده از برای ستایی ما و نه امکان مالی رو داریم. من دلم نمیخواد، میخوام برحال چاره شما جز برگشتن ندارید. این حرف خودکشی و فرارش رو جدی بگیرم نمیدونم، این درگیرم کرده. من که ویژگی روانی فرزندتون رو نمیدونم، برای اگه قرار باشه بخواد در شرایطی که اینقدر واقع بینانه ما از نظر حقوقی و قانونی و از نظر مالی امکان نداریم بخواد بازی و لجبازی در بیاره، متاسفانه برای جای دیگه هم در بیاره. نمیدونم عزیز، من اون رو گفتم اگر خودش روی خط می آمد میتونستم بفهم من با چی طرفم، یعنی چگونه ذهنیتی داره، اصلا حرفش چیه و چطور میتونه جوابگو بشه اگر دلش خواست. ازش بخواید که بیاد روی خط، چون مشکلی هم که برای فارسی حرف زدن نداره، بتونیم با هم صحبت کنیم اگر خواست، اگر نه که هیچ. ولی من فکر نمی کنم شما سوالی دارین در مورد روحیش از من. نه کمک، نه 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 اونو نه، شما به اندازه کافی من نشون دادید که چقدر واقعی بین و معقول عمل میکنید. نه دیگه بیاد ازش بگذارید، شما جواب سالی من نمیتونید بدید. مشخصات روانی خودش مسئله است، چون شما من میگید یه ارزایی بکنید که این قصه فرار میخواد بکنه، کدوم گوری میخواد بره؟ بله الان من چند ماهه میخوام برگردم، همین مشکل رو دارم از پس به این که میگه فرار میکنم خودم رو میکشم. ما داریم دست پس میکنیم. دختر آروم و با ادبیه، داناست، بیشتر از سنش میفهمه، به جا حرف میزنه، به جا گوش میده، با تربیت پیانو خیلی خوب میزنه، ورزش خیلی خوب میکنه، ولی اومدیم اروپا هم افسردگی گرفته، هم استرس. نه خب اونا بوده، خودش رو نشون داده عزیز، معلومه که دلیل رفتار پتون اینا حد خودش رو نشون داده برای که تو اون شرایط قرار. به هر حال عزیز اگه خواست با من صحبت کنه، اگر نه من، اگر دختر من بود من میبردمش. به هر حال اگر خبری و خطری هم هست، هست دیگه. برای که اگر این ویژگی روانیش اینه که یک کسی بیاد بگه پدر و مادر من نمیتونند قانونن از نظر مالی در اروپا اقامت کنن، اگر بخوان منو برگردونن که امکان نداره ایشونو بتونید بگذارید تو برید، من خودمو میکشم یا فرار میکنم، دیگه کجا جای بحث و گفتگو میمونه؟ بعد یه دفعه چطور دختر معقول و منطقی هست؟ نه، یه دختری است که تک بوده و اشکال کار بچهای تک همین تکرویشون دیگه. هر حال اون که گذشته عزیز، حالا این حرفا رو شنیدید بزنید. من میتونم بیاد روی خط با شما صحبت. اگر بشه حالا هر وقت دیگه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت. متشکرم ازتون، زنده باشین و سلامت.